راستای بخش مختلفی که داریم برای کار اداری، خب دومین چیزی که انتخاب کردم براتون بانکه. خب یه مکالمه ساده تو بانک انتخاب کردم براتون. En plus de votre compte courant, vous pouvez ouvrir un livret. میگه به علاوه اون حساب جاریتون میتونید یک vous pouvez ouvrir un livret. میگه به علاوه اون حساب جاری که میخواید باز کنید میتونید یک livret هم باز کنید که میشه همون حساب پسنداز. که میپرسه کس کسه؟ میگه چیه؟ livret چیه؟ C'est un compte qui vous permet d'épargner, d'économiser. میگه یک حسابی که به شما اجازه میده، به شما اجازه میده که پسنداز کنید، ذخیره کنید پولتون رو. Vous choisissez le montant que vous souhaitez mettre de côté tous les mois, c'est automatique. میگه شما انتخاب میکنید. Vous choisissez le montant que vous souhaitez. میگه میتونید انتخاب کنید مبلغی که میخواید، یعنی خودتون میخواید که بذارید هر ماه کنار، mettre de côté که بذارید کنار tous les mois. پس شما انتخاب میکنید. après یعنی بعدش سه اوتوماتیک، یعنی بعدش یه اوتوماتیک اون مبلغ از حساب جاریتون کم میشه، میره در حساب پسندازتون. si j'ai besoin d'utiliser cet argent et si j'ai besoin d'utiliser cet argent میگه اگر که احتیاج داشته باشم به این پول، خب وقتی میذارید کنار میگه حالا چیکار کنم اگر احتیاج داشته باشم به این پول. aucun problème vous pouvez à tout le moment retirer l'argent du livret. خب میگه هیچ مشکلی نیست. vous pouvez à tout le moment retirer l'argent du livret. یعنی از هر لحظه که بخواید میتونید برداشت کنید از پول از حساب پسندازتون. et je peux y mettre la somme que je veux. میتونم بذارم اون مبلغی که میخوام، یعنی هر مبلغی که بخوام میتونم بذارم تو حساب پسندازم. oui mais n'oubliez pas le montant maximum est de 23 000 euros. میگه بله، mais n'oubliez pas, mais فراموش نکنید، le montant maximum est de 23 000 euros. مبلغ ماکسیمومش 23,000 یورو که میتونید توی لیوره هاتون بذارید، فرانسه به عنوان پسنداز. خب براتون یک متنی هم تهیه کردم که چطور میتونید مثلا حالا وقتی که زنگ میزنید بانک میتونید این سوالات رو بپرسید، یا برای مشاور بانکیتون، کسی که به حال کنسیلیتون، میتونید اینو بنویسید و ازش یه سری سوالات که دارید بپرسید. Bonjour. Je voudrais ouvrir un compte courant et un livret. خب je voudrais ouvrir، من میخوام باز کنم یک حساب جاری et un livret، حساب پسنداز dans votre banque، در بانک شما. Je voudrais un rendez-vous la semaine prochaine. یک rendez-vous میخوام، یک وقت میخوام برای هفته دیگه. Est-ce que vous êtes disponible jeudi à 13h, vendredi à 10h? میگه آیا شما وقتتون آزاد هست برای جدی پنجشنبه ساعت 13 یا vendredi ساعت 10؟ Quels sont les documents que je dois apporter pour ouvrir un compte? میگه چه مدارکی لازمه که من باید با خودم همراه خودم بیارم برای باز کردن حساب. Est-ce que je peux apporter mon permis de conduire comme document d'identité? میتونم بیارم با خودم همراه خودم بیارم گواهینامه رانندگیمو به عنوان یک مدرک شناسایی. مرسی. خب میتونید این همین پیامو حالا با اون روز و ساعت و چیزایی که خودتون مد نظرتون هست استفاده کنید و بفرستید برای حساب باز کردن توی یک بانک. حالا اینکه پیام صوتی بذارید براشون و این سوالات رو اگر دارید میتونید از بانکتون بپرسید. خب حالا بریم در مورد نامه که بهتون گفتم، حالا اینکه چجوری باید بپرسید، یعنی چجوری که اصلا لتر دو رکومنده چیه نامه سفارشی. Je voudrais envoyer une lettre recommandée. Comment ça fonctionne? میخوام یک نامه سفارشی بفرستم. چجوریه؟ روند کار چجوریه؟ Avec une lettre recommandée, vous recevez chez vous un accusé de réception. میگه با یک با نامه سفارشی شما دریافت میکنید یک تاییدیه رسید. تاییدیه رسید نامتون. C'est la preuve que le destinataire a bien reçu votre lettre. که مدرکیه که نشون میده که گیرنده a bien reçu votre lettre. که نشون میده که گیرنده شما خوب به خوبی نامه رو دریافت کرد. خب حالا بریم سراغ متن دیگه.
Bonjour, je voudrais des informations pour renouveler mon titre de séjour qui expire dans 5 mois. میگه من اطلاعاتی میخواستم در مورد تمدید کارت اقامتم، کارت کیه که انقضاش 5 ماه آینده است. در 5 ماه آینده تاریخش تموم میشه و باید تمدید بشه. Pour faire une demande de renouvellement, vous devez envoyer votre carte de séjour qui arrive à expiration. خب میگه برای درخواست تمدید کارتتون باید بفرستید کارت سجورتون رو کی اریب اکسپیراسیون که در حال خاتمه یافتن که داره تموم میشه. پوه و مدونه لدغس پستال میتونید به من به آدرس پستال اونجا که باید بفرستیم و ستکری سوغ سو پپیه میگه نوشته شده روی این کاغذ. Je dois envoyer une lettre commandée. Non, utilisez une lettre simple au tarif normal. Vous envoyez ce formulaire avec votre nom, celui de votre conjoint et vos enfants à charge, justificatif de domicile et 3 photos d'identité. میگه یک نامه سمپ بفرستید، بعد این کشون باید یک فرمولر، این فرمولر رو منظورش این فرم رو جوستیفیکاتیو دو دومیسیل، یک مدرکی که برای خونه است، ات 3 فوتو دیدانتیته که وسط و عکس. نوبلیه پا دجوته ان تام فیسکال. ان تام فیسکال منظورش یک تمریه که توسط دولت طراحی شده برای کسی که میخوان حالا کارت اقامت بگیرن، تمدید کنن، تغییر آدرس بدن یا مثلا یک دعوتنامه به کسی بدن، با یه تمری بخرن. خب این مدارکی که مثلا میتونیم ازتون بخوام. Quand est-ce que je dois faire ma demande? چه زمانی باید من درخواستم رو به حال ثبت کنم، انجام بدم؟ N'attendez pas trop. خیلی منتظر وای نسید، یعنی خیلی صبر نکنید که دیر بشه. Envoyez votre demande au moins 60 jours avant la date expiration de votre carte. درخواستتون رو حداقل 60 روز قبل از تاریخ منقضی شدن کارتتون یا پایان کارتتون باید بفرستید. Merci pour cette information, j'ai tout noté. Merci pour votre اطلاعات. همه چیز رو من یادداشت کردم. خب اینم یه مکالمه بود که شما میتونید با یکی از کارمنده مثلا پرفکتور داشته باشید یا اینکه حالا از طریق ایمیل یا مستقیم میتونید همچین مکالمه باش داشته باشید. خب دوستان این ویدیو رو من اینجا به پایان میرسونم، ولی بخش دومش که لغات مهمیه که ما نیاز داریم برای کار اداری رو من در ویدیوی بخش دوم همین ویدیو براتون میگم. فعلا تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.